درود بر همیانان ارجمند، خوشحالم که در فرصت دیگر من شاهین نژاد همراه دوست ارجمند شهرام آریان در خدمتون هستیم. نشست چهارمی است که درباره دلایل سقوط ارتش ایران و کلاً سقوط ایران ساسانی در برابر حمله سپاه اسلام گفتگو می‌کنیم. اگر که سه برنامه پیشین رو ندیدید مهر کنید بروید روی یوتیوب iranianrenaissance.com یا روی سایت میتونید برید و شماره 1 و 2 و 3 ببینید. در تلگرام هم به صورت فایل های فشرده آوایی یا صوتی گذاشته شده. این نشست چهارمه. در سه نشست نخست کوشیدیم تا برخی از نظریاتی که تاکنون بیان شده درباره علل سقوط ایران در برابر حمله اسلام رو بیان کنیم، بررسی کنیم و یا نقدشون کنیم یا بگیم که اینها کلن مستندات تاریخی پشت سرش نیست و کاملا در حقیقت نشأت گرفته از نگاه ایدئولوژیک و پشتش اغراض سیاسی است و اگر یکی دو نظریه هم تا حدی حقیقت رو بیان کرده، فقط یک یا دو عامل رو، ممکنه چند عامل خیلی مهم در حقیقت بیان کرده باشه. هدف من و شهرام از این سلسله گفتگوها این است که به یک تصویر جامع پذیرفتنی و اصلا مهمتر مستند و مستدل درباره اینکه چرا ما در برابر حمله ارتش اسلام سقوط کردیم بپردازیم، بدور از غرض‌ورزی‌های معمول و بدور از نگاه‌های ویژه سیاسی. در این زمینه خیلی به نیاکان ما، به ایرانیان، به روح ایران اصلا کم لطفی شده و میکوشیم تا اندازه‌ای که در توانمون باشه غبار رو از روی این دفتر کهنه کنار بزنیم و بخشی از حقیقت رو باز کنیم. شهرام جان درود بر شما. درود بر تو شهرام جان و بر بینندگان گرامی. بسیار خوب. ما برای اینکه کار یه مقداری سیستماتیک جلو بره از یه پاورپوینت استفاده میکردیم، به صورت پوستر رو صفحه میذاشتیم و بعد نظریات گوناگون رو بیان میکردیم و بهش میپرداختیم و بعد میرفتیم سراغ نظریه بعدی. اگر که شهرام جان پیشگفتاری داری بگو، اگر نه برویم سراغ اون اسلاید ها و اون جستار رو پی بگیریم. نه، پیشگفتار که امیدوارم کمتر بگیم که بتونیم ادامه بدیم، برای اینکه داستانم هی دراز میشه و حالت اکادمیک و گسترده پیدا میکنه. ما در حقیقت میخواستیم یک کوتاهی سر بزنیم ولی بعدن پرسشا تو در تو میشه از بیننده ها، اون وقتی خود آشکارتر گفته بشه. من کوشش میکنم الان اون صفحه رو بندازم. صفحه الان دیده میشه؟ همزمان که شهرام اسلاید رو به ما نشون میده، بله اسلاید دیده میشه. یک توضیحم به همیانانی که بیننده برنامه هستن بدم که شهرام به تازگی از بستر بیماری برخواسته و خوشبختانه با وجودی که حالش چندان مناسب نبود با همدیگه برنامه رو پی گرفتیم. از این رو امروز تصویر نداره و به هر حال فقط عکسش هست و اونقدر مهم نیست، چون بیشتر رو اسلاید ها کار میکنه. امیدواریم که در آینده شهرام با تندرستی کامل در برنامه حضور داشته باشه. بله شهرام جان، الان اسلاید داریم میبینیم که ادامه بحث پیشه. بله سلام، من میاد. بله آخرین نمونه که از این پیشنهاداتی که رو بازار هستن و گفته میشن، الان تکمیلی چون ستون فقراتش مال حالا من اینجوری برنهادم که مال زرینکوب و مال مورونی، که میشه گفتش که گسترده اون چیزهای تیپیکی رو که هستن از روی اونا نمایندگی کنم. بعد نویسنده های دیگه به عنوان برهان های تکمیلی اینجا اونجایی گفته شده. آخرین برهان به این چهار بخش شدن امپراتوری که دریایی به اشاره میکنه، اونو یه خورده آوردم و گفتم که اونم آخر سر داستان رو توضیح نمیده. این از میان رفتن این امپراتوری ساسانی و روی هم رفته دگرگون شدن جهان
از اون مدل باستانی ایرانیش بعدن به مدل قرون وسطای اسلامیش قد تکان دهنده است. هر کسی کوشش کرده بیاد یه جوری اینو با یه برهان ساده از ذهن خودش بگه که این راز گشوده بشه، ولی وقتی اون برهان در کار نبوده اون موقع مجبوریم که بگیم نبود. مثلا برهان های ماجراجویانه دیگه هم هستن، مثلا آقای سواتوپلوک سوچک درباره این که آره مثلا شما نگاه کنید مسلمان ها که رفتن به فرارودان به ماورانر، اونجا کار گشایش سرزمین های خود دشوار شد، یه چند ده سالی دوباره به درازا کشید. این چرا اینجوری بود؟ چون دولت های گوناگون اونجا بودن، بعد هر کدومو میرفتن سراغش دونه دونه شکست میدادن. در ایران یه حکومت واحد بود، وقتی که پاشید. والا من نمیدونم آدم چی بگه. میگم هرچی برهان های ماجراجویانه افراد به سرشون میزنه میریزن تو بازار بی ربطه. مثل اینکه شما بگی مثلا امپراتوری روم از اول بهتر میبود که 20 تیکه میبود، اگه 20 تیکه میبود مثلا بهتر میجنگید، در صورتی که اون قدرتش در روزگار جمهوری در اون مرکزی بودنش بود و اینکه دستورهایی که اونجا از سنا صادر میشد، این سر تا سر لژون های تمام امپراتوری با هم یه برنامه ریزی یگانه اون موقع به سراغ دشمن میرفتن، یا حتی بعدش که با اون چارتی که تبدیل شد از دیوکلسیان به اینور بنیادش گذاشته شد، در اون موقع که بحران دفاعی خورده بودن از قرن سوم میلادی، اونم اینجوری بود که آخر سر دو تا قطب تصمیم گیری فقط بود و اون زیر قطبا، دو تا قطب اصلی که آگوست بهشون میگفتن، آگوستوس اون قیصر اصلی بود و این زیر قطب، اونم در حقیقت یه تعداد بسیار کمی بود و اینا با هم دیگه فوق العاده کوردینیتد بودن. برای این که استدلال شما کاملا درسته، در کنار این شما در خود ایران هم ما میبینیم استانهای گوناگون پایداری های طولانی یا کوتاه داشتن، یعنی در خود ایران هم شما یک داستان همگون نمیبینید. مثلا در فارس، در خوزستان، در طبرستان، در ری نبردها خیلی خونین و خیلی خیلی طولانی بود، در حالی که مثلا اصفهان تقریبا بدون جنگ شرایط مسلمانان رو پذیرفت و حاضر شد که باج بده، یا آذربایجان تقریبا درش درگیری کم بود. یعنی در خود ایران هم بستگی داشت که اون پادگان، اون فرماندهی در اون زمان چقدر آمادگی داره، چقدر بنیه دفاعی شهر و پدافند از استان نیرومنده، و به هر حال فرمانده های عربی هم که اونجا میرفتن هر کدوم چه استعداد و توانی دارن. بنابراین این آقایی که ساسک گفته دلیلی که آورده، حتی در مورد ایران هم از استان به استان جریان متفاوت بوده و همچنان که گفتید واقعا یه نظریه بسیار به نظر بیپایه میرسه. میگم چون یه رویداد خیلی عجیب و غریبی بوده و کسی هم آخر سر نمیدونه چی شده از این بینندگان، یعنی از این بررسی کنندگان کلاسیک، حالا یک از این برهان های ماجراجویانه نو هرچ که یادش میفته یا یه جا خونده مثلا، حالا بعدا به این میرسیم که چرا این بررسی کنندگان کلاسیک اصلا زورشون نرسید که این مسائل رو آنالیز کنن. نه. حالا یا یعنی برهان اصلیش یا پایه اصلیش این بود که این اسناد اسلامی رو که اینا نگاه میکردن، مثلا طبری و دیگران، خود اون اسناد مسموم بودن، اون افسانه سازی های پارسایان، جنگ پارسایان اندر رژیمی ها بود در حقیقت، که من یه بار عرض کردم به اون حال بعدن به گسترده میرسیم که ثابت کنیم که افسانه بوده همش اون چیزی که طبری اونجا پرداخته. برای هممیهنانی که با واژه فرارود ممکنه کمتر آشنا باشن، فرارود نام همون ماوراءالنهر که نام ایرانی است، ماوراءالنهر نام عربی است، که به مناطقی گفته میشه که بالای آمودریا یا همون رود جیهون قرار داره. امروز رود آمودریا جیهون در مرز در حقیقت جمهوری ازبکستان و جمهوری ترکمنستان در حقیقت در جریانه. بنابراین شهرهای سمرقند و بخارا و بعد برین اون و فرغانه و چاچ که الان تاشکند شده و منطقه‌ای که امروز تاجیکستان امروزی است، همه میافته تو منطقه فرارود. بفهمید شما چی؟ حالا برای این برهان سوچک نظر من کاملا بی ربطه. من عرض کردم بیشتر کسانی که آنالیز کردن اینا از تاریخ جنگ سررشته ندارن، یعنی آدمای سیویلین هستن و مسائل جنگی رو درک نمی کنن و این رویداد رو هم نظر ایدئولوژیک زیر ساختی هستن درست در نیافتن و یه سایی مجبورن همینجور بگن و برن.
بگید معمولا یه امپراتوری معلومه که خیلی از خودش بهتر پدافند میکنه وقتی که دستگاه تصمیم گیری مرکزی داره، یعنی چی که این چون تیکه تیکه بود اون بخش خوب از خودش دفاع میکرد. اون فرارود دشواری که برای مسلمان پیدا شد فقط به خاطر گستردگیش بود و اون نمیشد اون دشتار به اون سادگی زیر فرمان آورد. حالا ما نمیخوایم اینجا داستان فقط تصرف رو فصل به فصل بریم جلو، ولی این برهان بی ربط. من پس از این مطالب خواستم یه دو تا آدمی هم که دستی در جامعه شناسی ندارن بیارم، چون اینجا یه نکات جالبی اون موقع هویدا میشه در مورد آینده این پژوهش ها که بهتر از اون چی خواهد بود که تا الان انجام شده. مثلا آقای کاتوزیان یه نگاه خیلی کلاسیک داره، در حقیقت همون نگاه کلاسیک تاریخ نویسی کلاسیک برنهاده مثلا رو اسناد کلاسیک اسلامی است، همراه با نگاه سوسیالیستی یعنی کمونیستی قرن 20 سوسیالیستی اونجوری که در ایران رواج یافته بود، مثلا توی اذهان مثلا احسان طبری اینها، و اون همون چیز کلاسیکو میگه. و یه نگاه خیلی 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 عجیب غلط به روزگار پیش از اسلام ایشون داره که خب بیگمان از کمبود آگاهیش در مورد اسناد درجه یک که زبان اون روزگار و یه نگاه اوریجینال به اون زمانه، مثلا میگه که آره تاریخ ایران اینجوری بوده که هرگاه دستگاه کشورداری مرکزی پیروی عاملی، حالا جنگ داخلی حمله بیرونی پاشیده، جامعه که همیشه یه جورای مخالف دستگاه مرکزی است در ایران از فروپاشی پشتیبانی کرده و مثلا با دو برابر سرعت پاشیده و از این حرفا. بنابراین جامعه مثلا ساسانی فقط مثلا یه شکست اساسی مثلا تو پایتخت نیاز داشته که بپاشه. این نگاه که آدم نگاه کنه، خب همین روانشاد مارکس رو و استبداد آسیایی و اینا همون نظری ها از میونش برمیاد. این حالا به یه تراژدی دیگه برمیگرده تو تاریخ شناسا و جامعه شناسای ایرانی که من یک بار یا دو بار عرض کردم، اونم به این برمیگرده که دوران پیش از اسلام رو از آینه اون چیزی که در دوران پس از اسلام میفهمن میخوان توضیح بدن. درست. چون نمیشناسن اصلا متون اون زمان رو، نمیشناسن زبانهای اوریجینال اون زمان رو، نمیشناسن نمیتونن بخونن غرق بشن برن توش و بفهمن که اصلا یه جهان دیگری بوده، روی اکسیوم ها یا بن قانون های دیگری اصلا میچرخیده و تغییرش به جهان اسلام مثل اون چیزی بودی که من یه بار عرض کردم که اگه مثلا ترک ها و عرب ها مهاجرت کنن مثلا میلیونی بیان مثلا در آلمان و یه روزی 90% آلمانی ها مسلمون باشن و نیمی از قومشون هم عرب و ترک باشه، کسی از دیدن اون جامعه به هیچ وجه نمیفهمه که مثلا زمان فردریک کبیر یا در زمان اصلیت اون قوم آلمان این چه شکلی بوده دینامیک اجتماعیش. و اینا از اون چیزی که پس از اسلام هی میخوان بفهمن قبل از اسلام، چون از قبل از اسلام خبر ندارن، ای به زور میخوان از این اون یکی رو بفهمن. از توی این عینکه حالا اگه زیر نگاه های سوسیالیستی هم تو جوانیشون داشته باشن که واویلا، و این داستان هم تو اون کتگوری ها میفته. مثلا من دیدم خیلی از جامعه شناسای ایران نه همین کلاسیک که از ایران باستان خب مثلا هی میخوان مثلا داستان فلسفه مثلا پادشاهی در روزگار پیش از اسلام رو از درون مثلا واژه های مثل ذل الله بفهمن. من نمونه میگم که اون موقع به چه راه عجب غریبی آدم میره. نمونه مخالف این آقای کاتوزیان که کلاسیک ادامه میده همون نظریه های غلطی رو که تو سده بیستم بود، آقای عباس میلانیه. آقای عباس میلانی یه نوری میدرخشانه به اون چیزی که تو آینده تاریخ نویسا و جامعه شناسا ایرانی شاید خواهند توانست، چون ایشون توی این دو دهه گذشته هنگام پژوهش‌هاش نه فقط رو به درک روزگار پیش از انقلاب و دستگاه پهلوی، بلکه به تمام تاریخ ایران به یه چرخش درکی، ادراکی، دریافتی رسیده و نگاهش درباره ایران باستان با اون نگاه های سوسیالیستی اسلامی که ما در سده بیستم تو ایران داشتیم حالا اگه نه 180 ولی 160 درجه چرخیده. چون مثلا الان بیشتر این نظریه داره که ایران باستان نه فقط رو به فروپاشی نبوده در آستانه حمله مسلمین،
بلکه بسیار هم پویا بوده و ویژگی بنیادش هم این بوده که خیلی کامیابتر از فرهنگ‌های همسایه میتونسته اندیشه‌های دیگر رو بگیره بومی سازی کنه به جای اینکه مثلا نفیشون کنه. و همچنین ایشون هم کم کم خب متوجه شده که این داستان‌ها افسانه‌ها در مورد شکست زودرس اونم بی ربطه و این پدافند ارتشیش هم بسیار بسیار سخت بوده، همون در حالت مردن یا کشته شدنش اون قوم ایران باستان یا اون دولتشون، و چیزی نبوده که اصلا ارزان به دست بیاد برای مسلمین که حالا بگیم مثلا اون خیلی فرتوت بوده که باید میپاشیده. و به درست متوجه شده که یکی از عامل‌ها یا فاکتورهای بنیادی مثل جنگ با رومی ها بوده. حالا من از عباس میلانی هم انتظار ندارم که به اون کسی که سپیشالایزده یا تخصص داره روی مسائل تاریخ نوین، عصر نوین به اینور و به ویژه مثلا روی 150 سال گذشته، این مثلا بخواد ایران باستان رو بفهمه یا یه نظریه به سامان دربارش بده. ولی این چرخش نگاه که برخی از جامعه شناسای ایرانی یا تاریخدانای ایرانی آماده شدن که این افسانه‌های هزار سال به خورد ایرانی‌ها داده رو واسه تحکیم اسلام و نگهداریش در ایران، یا به خاطر مثلا نگاهی که هم میهنای چپی داشتن، اینا رو حاضر کاملا بذاره کنار و اگه لازم شد با یه عینک نو نگاه کنه، این مسئله خیلی مهمیه و تو آینده هم اثرات ژرفی خواهد داشت. ولی بریم سراغ اون کسایی که تا اندازه فهمیده بودن چی به چی شده. اولین کسی که بو برده بود که چه اتفاقی افتاده، یعنی تو دینامیک ظریفش، همون ایرانشناس کلاسیک معروف آقای کریستنسن بود که حالا نه فقط توی اون کتاب معروفش ایران در روزگار ساسانیان، بلکه در جاهای دیگه و به ویژه گویا در گفت و شنیدهای شفاهی که داشته اشاره کرده بوده که با اسلام یه اتفاق عجیبی افتاده بود. یعنی اینکه یه قومی به نام قوم عرب که مثلا قوم گسترده‌ای هم بود نظر شمار و سکونت و اینها، از داخل یه شبه جزیره میومد میرفت تا وسط اردن و سوریه و اینها، و اینا که کارشون شبانی و غارت بود با حالت کلاسیک، چه اتفاقی میفته اگه یکی بیاد تمام این 2-3 میلیون غارت پیشه رو، غارت ورز رو که تا اون لحظه به خاطر تعصبات ایلی و قبیلهی با هم نمی پیوندن، اگه یک کسی کامیاب بشه و بیاد یه ماشین یکسان از اینا درست کنه، این چه دینامیکایی ممکنه توش بیاد بیرون؟ و البته دنبال نکرده این فکر رو، چون کارش تاریخ جنگ و اینا نبوده. ولی اولین کسی که من پیشش رک اینو خوندم که هیچ چیزی نبوده این داستان اسلام جز یک ماشین نوین از به هم پیوند دادن همه کسانی که میخوان در غارت سهیم باشن، یعنی به حالت میلیونی که اینا رو به هم پیوند بده و از یه مرکزی فرماندهی کنه، هدفمند اینا با هم برن جلو. نگه آقا مثلا چه میدونم این قبیله اینجا رو غارت کنه، بکر بن وائل عمر رو بگیره فلان، بلکه همه با هم متشکل بشن و دستگاه غارتشون رو هدفمند انجام بدن با هدف اصلا ورانداختن کلی کشورهای همسایه و بعد دیگه کامل غارت کردنشون. یه همچین چیزی تا کنون آزموده نشده بود تو تاریخ بشر و به وسیله این دین نوین یا این ایدئولوژی نوینی که پیامبر اسلام بنیاد نهاد میسر شد که آدم میلیون ها نفر یا صدها هزار نفر بعد میلیون ها نفر آدم غارت پیشه رو به همدیگه متشکل کنه به عنوان یک ماشین غارت و چرخ گوشت کننده، یعنی با یه زیرساخت ایدئولوژیک هم بهش بده. همین ابعاد ناشناختی این غارت متشکل، ببینید برخی چیزها تا موقعی که آزموده نشده آدم از قبل ممکنه سر پای یه چیزی بگه بره اینها، ولی هیچ وقت نمیتونه تصور کنه که اگه آزمایش بشه چجوری میشه. مثلا اگه شما نکنم
مارسلینوس بود، امیانوس مارسلینوس بود که توی کتابش که توضیح میده این کشورهای منطقه رو، حالا قبل از جنگ با ایرانی ها خود توضیح میده منطقه چجوری و اینها، منطقه خاور نزدیک، یه جایی هم که به عرب ها میرسه میگه آره اقوامی هم که خیلی احساسات آشفتهی دارن، خیلی خیلی مشوشن و از این حرف ها، مسائل کارهای جنسیشون اشاره میکنه، به مدل کارهای دیگه زندگیشون اشاره میکنه، و یه جایی نیم جمله گمان کنم از لبش میندازه که میگه و خدا نکند اون روزی را که ما یه روزی مجبور بشیم با تمامیت اینا طرف بشیم. البته شوخی اینو میگه رد میشه و این داستان رو که میگه خیلی جالبه، مال 300 سال پیش از پیدایش اسلامه. اون دینامیکو شناخته بوده آمیانوس اون افسر که ایداد این افراد که اینجوری مشوشن، مثلا ژنتیکی شاید مشوشن، آز عجب غریبی به کارهای غارت و دزدی و کشتن و سکس و این مسائل دارن، اگه یک کسی پیدا بشه و بتونه این تناقض‌های قبیله‌ای اینا رو پشت سر بذاره، چه ماشینی از تو این بیرون خواهد اومد اگه نیروها میلیونی با هم متشکل این کار رو بکنن. من با یک دوستی که استاد بود در دانشگاه گرجستان صحبت میکردم، چون خودش گرجی بود، میگفت که ما وقتی تاریخ میخوایم درس بدیم در تفلیس، دانشگاه تفلیس در گرجستان، همیشه میگیم که درک تاریخ گرجستان بدون دریافت تاریخ ایران اصلا فراهم نمیشه، ممکن نمیشه. الان به نظر میرسه دریافت درستی از حمله اسلام به ایران و آنچه که در اون چند دهه نخست رخ داد در ایران برای درک بهترش و ساختن یک تصویر به سامان و روشن از آنچه که رخ داده و چرا رخ داده، نیاز به این داره که کسانی که تو این زمینه پژوهش میکنن حتما یک نگاهی به تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام داشته باشن، به جنگ های رده داشته باشن، به دو تا دولت دست نشانده قسان و هیره داشته باشن، خلای قدرت چگونه ایجاد میشه، چگونه اینا میآیند و قبایل پراکنده رو زیر چتر ایدئولوژیک میارن و غارت رو در حقیقت نه تنها حالت زشت بهش نمیدن، بلکه در حقیقت توجیه مذهبی هم براش میذارن. موافقی که باید برای درک بهتر سقوط ایران به دست اسلام خود تاریخ صدر اسلام رو هم شناخت؟ میشان جان اگه تو ابعاد دوربردش اینو منظورت بوده باشه، یکی از درخشانترین سخنهایی که تا کنون گفته شده، برای اینکه من دیدم که روشن‌اندیشان ایرانی، حالا ما بقیه منطقه رو کاری باشون نداریم، من از اونم زیاد انتظاری ندارم، ولی از ایرانی ها من انتظارات دیگه دارم تو کار تاریخ و فلسفه و فهمیدن خودشون و برنامه ریزی کشور آیندهشون. اینها به این مطلبی که تو میگی این اصلا آگاه نیستن، یعنی تا موقعی که دینامیک شناسی نکنن بنیاد بدنه اون سلول نخستین انسان اسلام رو، بعدن اون آمیب مثل آمیب هست که میخوره بزرگ میشه، بعد اون حالت بزرگ شده و جافتده شد نمیفهمن و اصلا روزگار امروز رو نمیفهمن. یعنی خود جمهوری اسلامی که حالا مدل شیعهشه، یعنی مدل خیلی سطح بالاتر و مند بالاترشه، این کجا نمیدونم اون سطر اسلام و اینا کجا، اونو با داعش بیشتر سازگاری دارن، این مدل شیکترش و شیعهش و از این حرفا، ولی این گرایشش، این ناتوانیش در مدیریت اقتصادی، این گرایشش به راندخاری، به غارت، به تجاوز جنسی در زندانها، اینا رو شما بدون دریافتن همون سلول نخستین اسلام تو اون دهه اول نمیتونی بفهمی. این آخر سر از همین سلوله که این پدیده رشد کرد اومده بیرون، که از تکاملی هم خیلی عقب مانده است. من واژه آمیب رو به کار بردم، ولی بزرگ بزرگ میخوره و رشد میشه، رشد میکنه، دقت نکنی یا تمام تن تو مثل سرطان میخوره، اصلا فقط استخونات میمونه، یه چیز عجب غریبیه. به این دینامیک رو جامعه شناس ایرانی اصلا کلن بهش بی علاقه یا بی نظر بودن، کارهای عجب و غریبی میکنن، همش میرن آسمان ریسمان اینا، فرنگی ها چی کار کردن در فرنگ در 400-500 سال اخیر چی گذشته، اونم که به حمدالله با جزئیات معمولا نمیدونن، یعنی تو جزئیات که میری سوادشون فوق العاده سسته. حالا بگذاریم اونم،
از داخل یه بنیادشناسی یه منطقه دیگه با یه قانونهای بنیادی دیگه میخوان ایران رو بفهمن، طراحی کنن هرچی. اینی که این مطلب که گفتیم خیلی 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 مهمه. حالا این اولین کسی که فهمیده بوده این مسئله غارت در حالت میلیونی چه ابعادی میتونه داشته باشه، دیگه نه چند صد نفری و چند هزار نفری، بلکه چند صد هزار نفری یا چند میلیونی. این چیم کسی که بو برده بود که این بوده ماشین اول کریستیانسن بود، البته دنبالش نگرفته چون تو تاریخ جنگ کار نمیکرده، سیویلیان بود، اصلا بهش علاقه نداشته. و آمیزش ایدئولوژیک غارت و اینا که خب اون همه اشاراتی کردن، حتی زرین کوب و اینا که بعد این مسئله ایدئولوژی و حالا میریم با هم دیگه غارت از این حرفا، خب این همه بو بردن که این یه مسئله مهمی بوده که شما غارت رو وقتی که مشروع بکنی، اون دزدی که شب میخواد بیاد سر شما رو ببره، اگه اطمینان خاطرم به کارش داشته باشه، خب اینم دوباره یه دینامیک دیگری به اون دزدیش میده، اون دست بردش. ولی اینه که تو دینامیک چند صد هزار نفری دستگاه‌های غارت کننده چه حالتی پیدا می‌کنه، من آمیب یا سرطان رو، اونو بعداً بهش می‌رسیم. اینو تا حالا هیچ کی درست تا ته توضیح نداده که این بود که بعداً اون دستگاه دفاعی ساسانی رو از پا در آورد. یه کسی که به مسائل نظامیش اشاراتی کرده یا دقتش، شاید تنها کسی بوده که تو این 100 سال این کارو کرده، چون خودش نظامی بوده، آقای سر جان بگت گلاب بود. حالا یه مأمور استعماری تو منطقه بود، ولی چون علاقه داشت به مسائل تاریخ و اینا، در مورد مسائل صدر اسلام و حملاتشون یه کارهایی کرده. و این آدم با اینکه حالا کتابش شاید کاسیان داشته باشه، ولی نگاهش برای من خیلی ارزشمنده، چون از چشم یه سرلشکر، چشم یه تیمسار به این مسائل نگاه میکنه. و اون برخلاف این سیویلین ها که تا حالا خواستن اجزایی در مورد موارد بنویسن، مثلا زرین کوب، مورونی فلان، نگاهش تو مسئله نظامی خیلی عمیق تره. و مثلا حالا اگه کریستیانسن این مسئله عامل غارت ورزان در ابعاد میلیونی، یعنی با استعاره ملخ یا امیب، این چجوری دستگاه دفاعیشون رو از پا در بیاره، اینو متوجه شده بود، گلاب مسئله جنگ های مدل ناشناخته، ناشناختوار، مثلا به جای اگه نامتعارف بگیم، اینو این کانونشنال، اینا رو متوجه شده بود. میگفتش که این جنگ کر و فری که اینا میکردن با پشت به بیابان، اولین کسی که دو پاشو کرد توی کفش که این مسئله کلیدی بوده، این بود. چون نظامی بود دیگه، مسائل نظامی رو دقیق‌تر از اون یکی ها میفهمید. این جنگای کر و فری با پشت به بیابان، یعنی شما وقتی که رو به باختم میفته نمیتونی گلوشو بگیری از بین ببری، چون به آسونی عقب نشینی میکنه به داخل بیابان گم میشه. درست. ولی اون که یه بار تو رو غافل گیر میکنه و تو رو باخت میفتی، از پشت دنبالت میکنه و همتون قتل عام میکنه، چون این بار باخت تو بوده. ولی تو باخت اون رو نمیتونی استفاده کنی، چون با پشت به بیابان محو میشه، گم میشه تو بیابان. درست. این مسئله گلاب متوجه شده بود. یا اینی که اگه یه لشکری کارشو ول کنه از نظر لشکر جنگی معمولی و دائم به شبیخون در ابعاد چند صد هزار نفری و چند ده هزار نفری بپردازه، این چه دینامیکی اصلا پدید میاره؟ اصلا جنگ های شبیخونی که هنگام شب فقط انجام میشن و هیچ نظمی دیگه وجود نداره، اینا چه دینامیک غیر عادی دارن؟ اینا رو گلاب روش کار کرده بود، یعنی برای اینا اهمیت میده و میگفت این جنگایی که اینا کردن، بخش بزرگش جنگای شبیخونی و نامنظم و بی سر و ته و آشفته بود که خود عرب هم از عاقبتش هیچ خبری نداشت، ولی چون عرب ها کار غارتشون رو شب ها همیشه انجام میدادن، برخلاف لشکرهای کلاسیک که اینا تو روز میجنگیدن، اینا با شبیخون های گسترده خیلی بیلان خوبی داشتن، تراز نابشون، یعنی به سود اونا بود تو بیشه این شبیخونا. برام جان افسون برای این، چون که نسبت به ارتش ساسانی و ارتش روم سپاه اسلام سپاه سبک بود، یعنی جنگ افسار سبک داشت، طبیعتا قدرت مانورش بالاتر بوده که جا به جا بشه. شما مثلا فرض کنید در ظرف 24 ساعت 25 کیلومتر 30 کیلومتر از یه جا دور بشه و بعد جا به جا شدن یه ارتش کلاسیک فرض کنید 40,000 نفره یا 30,000 نفره با اون تشکیلات و با اون لوجستیکی همراهش بود، حالا چه ارتش ایران چه ارتش روم، طبیعتا خیلی سخت‌تر بوده. و همچنان که گفتی
این تو جنگ نامنظم به عرب‌ها دست بالا رو میداده. خب ببین این مطلب هم دوباره از اون مسائل برای خود همین تاریخ نویسا هیچ وقت درست حل نشده است که اینا دو پاشونو توی کفش میکنن که لشکر ساسانیا و بیزانسیا بخش بزرگش غرق در سلاح سنگین بوده، در صورتی که ما برای همین هم هیچ اثباتی نداریم مثلا در داخل خود ایران این نیروهای کمکی آگزیلر تروپای گوناگون که از مناطق گوناگون میآوردن، به ویژه نیروهایی که از بخش فرارودان می آوردن، اینا خیلی اوقات سوارهای سبک و سوارهای نیمه سبک یا نیمه سنگین توش بود به مقدار زیاد. بنابراین این مسئله هم که اونا فقط سبک بودن هر کاری دلشون می‌خواست می‌کردن از این حرفا، اینم باید مراقب بود. البته یه فاکتوری هست که اینم تا حالا کسی بهش دقت نکرده، اینو من به عنوان یه فاکتور یه موقع در نظر گرفتم ولی استخراجش دشوار خواهد بود که آیا واقعا بود یا نبوده، که ایرانی‌ها فرارودان رو، یعنی فرارودان دور رو، دشتای قزاقستان رو از نظر قومی بیشتر و بیشتر به مهاجمین زردپوست باخته بودن. البته این دیگه تقصیر دولت ساسانی نبود، اون اقوام آریایی که اونجا زندگی میکردن، سکاها و اینا میونه سده مثلا دوم میلادی، اول تا دوم میلادی آغاز شد این فشار زردپوست ها، تا سده پنجم ششم آغاز هفتم تقریبا جایگزین شده بود. یعنی قزاقستان که قدیما این سوارای کمانگیر بلوند سکایی توش میتاختن جایگزین شده بود با زردپوستا از مدل ترک و ترک مغول، و این دو تا فاکتور خیلی خیلی مهم در پیداش، یک اینکه یک جبهه بزرگ دوم اونجا برای امپراتوری ساسانی باز کرده بود که تو فشار دیگه انبوری افتاده بود میونه اونجا و رومی ها، و بعد از نظر نظامی میگن استراتژیک بکیارد یا حیات پشتی استراتژیکش رو از بین برده بود. یعنی قدیما اینجوری بود که مثلا خود ساسانیا وقتی خیلی جا به مشکل میخوده، یا ببخشید اشکانیا مال کلاسیکش، ساسانیا که اون اوایل که میمدن این ترانزیشن داشت انجام میشد، اشکانی‌ها وقتی خیلی جا به مشکل می‌خوردن از نظر نظامی یه چنگی مینداختن به همین همشیرهای بلوند کمانگیرشون تو اون مناطق قزاقستان که صدها هزار اگه یکی دو میلیون نفر بودن پخش تو این دشتا، همش هم کارشون جنگ و شبیخون و اینا، همین سوارهای سبک دشت‌نشین بودن دیگه، سکاها رو در حقیقت، سکاها رو میگن بله، یه چنگ مینداختن مثلا صد هزار تا نیرو کمکی می‌خریدن می‌آوردن مینداختن به جون رومیا، درست، و اینا هم یک سوارهای سبک بسیار سخت جان، اگه نگم سگ جانی بودن که با همین شیوه سوارهای سبک دشت ها می جنگیدن، یعنی با همون شیوه که بعدن مغول ها می جنگیدن و هیچ علاجی نداشت. که شما میای هزاران باران تیر پرتاب میکنی، بعد دوباره عقب نشینی میکنی مثل یه گله زنبوری که دستت بهش نمیرسه، دوباره برمیگردی با همین شیوه که مثلا کراسوس از بین برده بودن اشکانیا، و این استراتژیک بکیارد از بین رفته بود، درست، و نبود. یعنی در آستانه حمله اعراب به ایران، حمله مسلمان ها به ایران، شهرام جان نه تنها در شمال شرق ترکان به آمودریا رسیده بودن، بلکه در شمال غرب یعنی بالای قفقاز نیروهای خزر بودن، مثلا در دربند درگیری داشتن از زمان انوشیروان، و طبیعی است که دیگه حیات خلوتی باقی نمونده که هیچ، شما موظفی یا ناچار میشید که همون نیروهای بر جای مانده پس از جنگ‌های دراز مدت با روم رو هم عملاً دو سه شقه کنه و در چند جبهه بگذاری. در حقیقت میشه گفتش که قبل از حمله اسلام به ایران برخی شرایط آماده شده بود برای یه همچین شکننده بودن، درست، که اگه یه بار پات بلغزه و خودت نتونی اون دفاع اصلی رو انجام بدی، اون حیات پشتی‌های استراتژیک که توش هم قومای دورت هستن و میتونی همیشه از اونا نیرو کمکی بگیری، بله، اون دیگه نبود، اون پشت جبهه دیگه نبود. اشکانیا دائم کارشون این بود که از اون سکاها نیرو کمکی میگرفتن، یه دختر مثلا اون شاهزاده میدادن یو 50,000 تا اونجا نیرو کمکی میمد، و اینا با خودشون هم نژاد بودن، یعنی وحشی بودن، دشت نشین بودن، ولی همون قیافه بس خودش بنظر نژادی، بله. وقتی اونو می آورد و داخل ایران این جنگا رو براش میکرد، خیلی هم مشکلی نداشت که آخر به همین وحشی‌ها که اومدن تویولی مویولی بده تو ایران نگه داره بده پاداش. تازه این نیروها دیگه نبودن شهرام جان، بلکه تا
تهدیدم اونجا حضور داشته. درسته. ببین ولی این کامپاتیبلیتی، این ناسازگاری نژادی فرهنگی خودش مسئله مهمی. یعنی انوشیروان این مسئله رو اکتیولی آگاهانه دنبالش رفته بود که آیا ما به جای این سکاهای کمانگیر که قدیم بودن یا چیزایی که هم نژاد خودمون بود، اینا از این ترکا که اومده و جای اونا رو گرفته، از اینا میتونیم به همون حالت کمک بگیریم. و داستانهای یعنی تاریخ نویسای رومی اینا توی روایت‌های گوناگون میگن که ملاقاتی که کرد با ترکا که اونا آدم های فرستادن و دیدار کرد، اون آدم خیلی محتاط بودن و شروان کلی ادب و احترام و اینا میدان پس فرستاد برند و بعدن به رایزنه گفت نه نمیشه. گفت اینا اینقدر با ما فرق دارن، اینا رفتارشون نژادشون همه چیزشون اینقدر با ما فرق داره که اینا رو نمیشه پس از اینکه ازش کمک گرفتی اینجا بعدن اسکان بدی در ایران شهر. درست. میریزه به هم سیستم، همه چیزشو میریزه به هم. من خیلی روکی اینجا میگم حالت و گفت نمیشه. یعنی در حقیقت فهمید که بکیاردی دیگه ندارن، از این بعد دیگه خودشونن تنها و باید هر نبرد و برنده بشن. درست. این مسئله خب نبود. حالا ما اینجا خود از بحثمون دور افتادیم. من این مسئله فاکتورهای شکست رو بعدا بهش میرسیم. ما فعلا تو آنالیز این بودیم که این افراد چی میگن تو بازار. گلاب به هر حال این دوتا مسئله فراتر رو هم فهمیده بود که یک، جنگ‌های کر و فری و نامنظم با حالت دائمی چه دینامیکی میتونه داشته باشه و شبیخون، یعنی حمله‌ها و درگیری‌های همش شبانه تو ابعاد نبردهای کامل چیزی میتونه باشه. مثلا میدونی که شب سوم نبرد قادسیه نبرد شبانه بود. بله. که از لیلت الحریر، نه لیلت الحریر. بله 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 دقیقاً. آفرین. تمام شب جنگیده بودن و خود ایرانیام چون تا همون روز سوم تا نرسیدن روز سوم تو نبردهای قبلش ایرانیا رو به پیروزی بودن. درست. اون همه نیروی کمکی هم که از سوریه برای مسلمان رسیده بود اونم کمک نکرده بود. درست. بخش بزرگی رو باخته بودن. ببینید تو نبردهای آخر تلفات مسلمان ها خیلی بالا بود اون ساعت آخر قبل از اون شبی که اون شبیخون دائمی توش آغاز شد و مسلمان ها چون همین عربای بیابونی بودن اینا کارشون همش حمله و غارت بود، یه فلکسیبیلیتی داشتن. وقتی یه استراتژی نمیگرفت آن یکی دیگه رو آزمایش میکردن. حالا تو نبردهای مثلا خالد بن ولید با رومیان بعدن میشکافیم. من میخواستم انقدر ما تو جزئیات نریم تبدیل به یه زنجیره لکچر دانشگاه نشه، ولی برخی چیزا دادم باید بگه. حالا نمیدونم بالاخره شاید همین هم میخوان بدونه که واقعا چه اتفاقی افتاده بود، ولی بیشتر از این میخواستم تخصصی نشه. ولی این فلکسیبیلیتی که اینا داشتن که وقتی یه نقشه نمیگرفت آن رو نقشه دیگه میرفتن، این یه چیز تیپی که برای آدمای شبیه خوندن و دوز از این حرفا. و این وقتی تو دو روز اول این کاملا تا مرز فاجعه رفته بود کارشون و روز سوم هم نیز اینا مجبور شدن استراتژی رو کاملا برگردونن و گفتن شبانه حمله میکنیم، حالا خدا بزرگ ببینیم چی میشه. و تو اون دیگه شبیخون معمولی مثلا نبود، بلکه تمام اون چند هزار نفر از این طرف و از اون طرف داشتن تو شب همدیگر رو میکشتن زیر فقط ستاره و ماه. و این کاری بود که خب عربا از اقوام دیگه خیلی خیلی بهتر بلد بودن. درست. و نزدیک صبح بود که البته بازم روبه برد نبودن. این نکته خیلی عجیبیه که دقیقا نشون میده این ارتش ساسانی خب به خاطر این حرفه‌ای بودنش از پس هر گونه فلکسیبیلیتی شما آخر برمی اومد. حتی صبحم که آفتاب برآمد بازم رو به باخت بودن عربا. فقط یه مسئله جالبی که از این وسط پیش اومد این بود که تو این خرطوخره که تو این شب رخ داده بود و کسی دیگه اصلا نمی‌فهمید کی کجاست، اینا اون موقع یه راه عبور نازک پیدا کردن به قرارگاه رستم. درست. و اونجا که به قتل اون که منجر شد، اون موقع اون فرمانده های زیر دست اون موقع دستور عقب نشینی دادن، چون احساس میکرده که داره کنترل دستشون خارج میشه، یه سری غیر قابل محاسبه است. درست. و هنگام عقب نشینی هم خیلی کشته ندادن، یعنی یه جنگ کاملا منظم بود. فقط تمام این دینامیکی که دائم این دستگاه مثل آمیب این سرطان آمیب که میاد و دائم هم خوش رو تغییر شکل میده، مثل سرطان هستش که وقتی با یه شیمی درمانی میسرقش میتونه تغییر شکل بده.
بله. یه چیز عجیب و غریبی بود، یعنی یه چیز آشفته بود که اصلا نظم نداشت این سپاه اسلام، و میگه مثل یه آمیب، مثل یه خمیری بود که هر جوری که میخوای چاقو بکنی توش از هر طرف میمد میخورده آخر سر، و امکان البته جلوگیری داشت، اینطور نبود که نشه جلوشو گرفت، ولی بعدن که به جزئیات میپردازیم اونجا خواهم گفتش که چه فاکتورهایی نیاز بود که جلوشو بگیرن که اون لحظه نبود. یکی از این فاکتورهایی که اون لحظه نبود همین سکاها بودن که دیگه وجود نداشتن، چون این سکاها اینا سواره های کر و فری بودن، خودشون کر و فری کمانگی، یعنی اگه اونا 50,000 تا از اونا اون لحظه میتونست دولت ساسانی چنگ بندازه بگیره، اینا کار عربا رو تو 2 هفته یکسره میکردن، چون سیستم جنگیشون درست ساخت، انگار که خدا ساخته فقط واسه از بین بردن اینا، چون سوار سبک بود که همش تیر مینداخت عقب نشینی، تیر مینداخت، یعنی همون کاری که عربه میخواست با اون که کرافر بکنه، این با این خیلی شیطان انجام میداد. درسته، یعنی فاکتورها واقعا دست به دست هم این چیز پیچیده ای، اون چیز سرپایی که تاریخ نویسای ایرانی تا الان گمان میکردن اصلا نبوده. برای همینم عذر میخوام، چون که بحث الان در حقیقت صحنه نبرد و بحث نظامی شد، من موقعی که این نشیب دراز از پیش فراز رو می‌نوشتم، کوشیدم از منابع مختلف صحنه جنگ رو به گونه آرایش بدم که درک کنم به چه صورت بوده. به نظر میاد تعداد نیروهای ایرانی و مسلمان که تو قادسیه قرار می‌گیرن، که یه جاش برها به دریاچه نجف محدود میشه، به یه طرفش به رود فرات، یه بر دیگهش بیابون بوده و یه بر دیگه هم ظاهرا باتلاقی بوده، یه فضای خیلی کوچیکی رو ایجاد میکرده برای اینکه صحنه صحنه نبرد باشه. در این صحنه نبرد با توجه به اینکه فضای کمی بوده، حالا حضور ذهن ندارم چند کیلومتر مربع بوده، عملا مانور نیروهای سواره یه مقدار سخت میشه، چون سواره نظام عملا تو حرکت قدرت خودشون نشون میدن. به نظر من میامد که کوچک بودن فضای نبرد با محدودیت هایی که داشته، یه مقدار نقطه قوت سپاه ساسانی که سوار نظام حرفه‌ایش و شوالیش بوده رو عملا راندمانش رو کم کرده بوده، چون قدرت مانور چندانی نداشتن. حالا جدا از این که به درستی اشاره خیلی خوبی کردی که با اینکه کفه ترازو به سود ایرانیان پیش می‌رفت، قتل سپهبد رستم فرخزاد و نبود فرماندهی مشخص در حقیقت ورقو برگردوند. حالا ما بعدن فاکتورها رو که بهش برسیم من اینا رو به تفصیل یه بار میشکافم. حالا اینا رو من یه زوالی میخواستم کتبی بدم بیرون، ولی حالا با همون شفاهی فعلا میگیم که هم میهنها یه خورده آتششون بخواد بخونه اصلا چی شده اون زمان. درست. چون تا حالا که تو بازار چیزی نیستش که اینا رو واقعا با صلاحیت نگاه نظامی هم توضیح بده اینا. اصلا. من فقط این نفر آخرم که نمونه وار اینجا آمده بود بگم، مثلا آقای نیکول، حالا در سطح قایقات پاپیلر ساینتیفیک، ولی حالا باز یک کارایی کرده نیکول، البته بیشتر به جنگای مسلمین با بیزانسیا همون زمان علاقه داشته که، ولی خب سیستم جنگ بیزانسیا چون با ساسانیان خیلی نزدیک بود به هم، یک کپی برداری از روی خود ساسانیا بود، داستان دراز دیگری است، خب میتونه کمک کنه، خیلی کمک کنه واسه درک اونور. این رفته دیگه منابع فقط اون جایی که مثلا به نبرد یرموک و اجنادین و اینا ارتباط داشته اونا رو شکافته، و این چیزه هیستوریان مسائل نظامیه، البته مثلا نه که مثلا کسی مثلا رده مثلا لیدل هارت مثلا یا چه میدونم کلاوزویتس، ولی بالاخره نگاهش مال اون کار هست و خیلی خوب متوجه شده برخی دینامیک های زیرین یا زیر دینامیک های این مسئله نبرد کرافه رو. ببینید که من یه خورده گلایه کردم که ایرانی ها وقتی ایشون میگن تاریخ نویسایی که تا الان بودن سرپایی میگن رد میشن، نه که کارشون کار تاریخ جنگ نبوده. مثلا یا زرین خوب میخواد بگه، حتی مورونی میخواد بگه این اواخر، این سرپاییش میگه و رد میشه، ولی نیکول چون کارش تاریخ جنگ، اینو مثلا دقیق‌تر میشکافه که آقا این جنگ کروفری در مورد یرموک خودش رو چجوری نشون داد تا جزئیاتش، و چجوری این سپهسالارای بیزانسی گیج شده بودن از این کروفر دائمی که مسلمونا میکردن، و چجوری کنترل بر روی برخی مثلا پلای استراتژیک رو اون دره‌های یرموک رو از دست دادن، و بعد هنگام عقب نشینی آشوبی در گرفت و بخش بزرگشون قتل عام شد. اینا رو مثلا با جزئیات دیگه پرداخته که اون موقع به عنوان نگاه یه مونوگرافی، یه تک نگری
مربوط به مورد، یعنی به مورد یک نبرد که همین یرموک باشه، اون موقع کمک میکنه که تو حالت عام شده خیلی داره بفهمه. ولی اینا کسایی هستند که اصلا چیزی اصلا از این باره فهمیدن. حالا میخواد نیکول باشه یا از به نظر من اصلا بیشتر گلاب فهمیده بوده چه خبر شده و از نظر دینامیک اجتماعیش کریستنسن، بقیه هیچی نفهمیدن. یعنی گمان میکنن یه چیزایی فهمیدن، ولی میزان مغلطه که میگن از میزان نوری که تو اون گفتارشون هست بیشتره. اینا هیچ نظر بدی هم نداشتن، داستان پیچیده است و اینا نفهمیدن چی شده. کاملا درسته شهرام جان. این برای همیهنانی که جنگ یرموک و آشنایی ندارن، جنگ یرموک نخستین جنگ نبرد مستقیم میان سپاه اسلام و سپاه روم شرقی بیزانس بود که در جایی در حدود سوریه کنونی رخ داد در 636 میلادی و به پیروزی مسلمانان انجامید. فرمانده سپاه اسلام که فکر کنم خالد ابن ولید بود، پس از پیروزی 4000 نفر از نیروها رو از سپاه اسلام رو فرستاد به قادسیه که به یاری بقیه مسلمانان بشتابند. برای اگه نام یرموک شنیدید خواستم توضیح بدم که اگه آشنایی ندارید جرا اینه. شهرام جان ما تقریبا 45 دقیقه رو سپری کردیم و فکر کنم خوشهنگام بود، چون توانستیم که نظریات و تئوری های کسانی رو که اشتباه رفته بودن یا کسانی که بخشی از حقیقت رو دیده بودند و یا برها با نگاه جالبی از زاویه‌ای کوشیده بودن که توضیح بدن دلیل سقوط ایران در برابر حمله اسلام رو به پایان ببریم. برای نشست بعدی که نشست پنجمه وارد در حقیقت جستاری میشیم که حالا کنار هم بگذاریم و ببینیم که چه عوامل و فاکتورهایی کنار هم قرار گرفتن که آنچه که رخ داد روی داد. دقیقا این بار خودمون توضیح میدیم کاملا دیگه، جنبه به اصطلاح ایجابی داره و نمیخوایم نفی کنیم چیزایی که گفته شده، بلکه میکوشیم که درباره هر چیزی که عنوان میشه به عنوان دلایل در حقیقت سقوط ایران مستندات تاریخی داشته باشیم، یه مقدار آنالیز منطقی داشته باشیم و از کلیگویی هم طبیعتا دوری کنیم، همچنان که کوشیدیم تا اکنون این گونه باشه. شهرام جان اگر که از شیر اسکرین در بیاری اسلاید رو، مدت بسیار کمی باقی مونده که می توانیم یک ویدیو کلیپ کوتاهی است در باره این که آیا چیزی به نام هنر اسلامی وجود داره. به هر حال برنامه کوتاهی است در اون باره. به هر حال دیدیم در موزه ها، در نمایشگاه ها که بخش قابل توجهی از هنر ایرانی رو به جای با نام هنر اسلامی اینجا اونجا عرضه میکنن، که به هر حال در این کلیپ من کوشیدم توضیحات بدم که آیا اصلا هنر اسلامی وجود داشته یا نه. با پخش این کلیپ کوتاه در پایان برنامه به شما بدرود میگیم تا فرصت دیگر. شهرام جان سپاسگزارم و بدرود. بدرود.